سه تا نکته ای که وقتی طرف تستش مثبت میشه میخواد بدونه: چه مدت قرنطینه باشم، تو دوران قرنطینه چی کار کنم و چی بخورم، تست مجدد بدم یا نه. خیلی سلام، مثل همیشه به پیجمون خیلی خوش اومدید. تو ویدیوی قبلیمون دیدیم که کلن چه کسایی باید تست بدن و تستای مختلف کرونا چیه، اما داستان از اینجا شروع میشه که حالا طرف تستشو داده و متاسفانه مثبت شده. حالا براش چند تا سوال پیش میاد. یکی این که کلن اگه میخوام برم تو دوران قرنطینه چه مدت باید برم، میخوام برم تو دوران قرنطینه چی بخورم، راستش بگو از این چیزای پشت پرده بهم بگو، و آخریش هم این که میخوام برگردم سر کار، بهم گفتم باید تست مجدد بدی، چیکار کنم، تست بدم یا ندم. جواب این سوالا امروز با هم میبینیم. بریم سر قسمت اول، مدت دوران قرنطینه. حالا داستان اینه که وقتی طرف تستش میاد و مثبته، ما کلا چند دسته افراد داریم. یه سری از افرادو که کلا باید با چک و لغت بکنی تو دوران قرنطینه، درو ببندی قفل کنی بگی بابا یه مقدار از من فاصله بگیر. یه سری ها خیلی خودجوش میرن تو دوران قرنطینه که کلا یه قرنطینه ابدیه، یعنی بعد 6 ماه میری در میزنی میگی بابا تموم شده میخوای بیای بیرون. یه سری دیگه هم که خیلی حیوانکی هستن، یعنی چی؟ میگه آقا من دوست ندارم برم تو دوران قرنطینه، من تنهایی رو دوست ندارم، من میخوام تو آغوش گرم خانواده‌ام باشم. حالا تا 5 روز تو اتاقش نشسته بود، در اتاقم بسته بود، رو درم نوشته بود ورود افراد متفرقه ممنوع، بعد سرش تو گوشیش بود میگفت قطع کن من قطع کنم، حالا امروز میخواد تو آغوش گرم خانواده‌اش بشه. اما مهم اینه که هر کدوم از این افراد که هستیم باید یه دوران قرنطینه کامل و درست رو داشته باشیم که مطمئن بشیم حالمون خوبه و بعد بیایم بیرون. میریم سراغ منبعمون که ایشون باشه CDC. ببین همین روز، همین ثانیه، همین لحظه CDC اینا رو گفته. پس برای اولش نه خیر منو بگیر، برو خود CDC رو بگیر. CDC کلا افراد رو 3 دسته کرده و گفته هر کدوم باید چقدر دوران قرنطینه‌شون باشه که به هر کدوم سر میزه. گروه اول افرادی هستن که علائم بیماری رو دارن، تستشون هم مثبت شده، یعنی بیماری هستن که تست مثبت دارن. حالا اینجا دو دسته بیمار داریم. یه دسته اونایی که بیماریشون یه ذره شدتش پایین‌تر و ملایم‌تره، یه سری اونایی که خیلی وخیم‌تره. اول اونایی که یه ذره شدتش کمتره رو بگیم، کلا 3 تا توصیه شده که باید هر ستاش انجام شه، رادرام نداره. 1. نداشتن تب حداقل 24 ساعت بدون استفاده از هر گونه تبوری، یعنی بدون استفاده از دارو حداقل یه روز تبت قطع شده باشه. 2. گذشتن 10 روز از علائم بیماری و یا تست مثبتمون. 3. بهبودی علائم بیماری مثلا آبریزش سرفه و این چیزا. اون داستان سوم که از دست دادن حس بویایی و چشاییه، یه استثنائیه، چون اون بسی طول میکشه تا خوب بشه. به غیر از اون علائم دیگه که خوب شد، 10 روزت که گذشت، 1 روز که بدون تب بودی، میتونی برگردی داخل دل اجتماع. اما یه سری هم هستن که این بهبودی علائم بیش از 10 روز طول میکشه، که چه بهتر، مسئله ای نیست. حالا میریم سراغ اون دسته که یه مقداری بیماریشون شدیدتره. تو اینا توصیه شده که مقدار قرنطینه زیر نظر پزشک باشه و اون بگه که کی بیای بیرون و حداقل 20 روز باشه اگه بیماریشون شدیدتر بوده. پس اینا رو فهمیدیم که کلا دوران قرنطینه‌مون برای افرادی که مریض هستن و علائم داشتن تستشون مثبت بود چی بود. بریم سراغ گروه دوم. گروه دوم افرادی هستن که تستشون مثبته ولی علائم بیماری رو ندارن. اینا خیلی سیرپوستی کار میکنن. گفته شده این افراد باید قرنطینه باشن به مدت 10 روز از روزی که تست کوویدشون رو دادن. تمام. میریم سراغ گروه سوم. گروه سوم افرادی هستن که در معرض بیمار یا بیماری قرار گرفتن، یعنی یکی از اطرافیانشون، خانوادهشون و اینا تستشون مثبت شده و اینا فهمیدن. حالا این افراد مثلا میتونن در فاصله خیلی کم به مدت زمانی بالای 15 دقیقه با اونا در ارتباط باشن یا توی خونه باشن و و خیلی چیزای دیگه. به هر حال این افراد چون در معرض خطر قرار گرفتن و ممکنه خودشون هم گرفته باشن، بهترین توصیه طریق CDC اینه که 14 روز در دوران قرنطینه باشن. حالا این افراد حالا باید باشون بجنگی که بابا نرو تست بده، همون قرنطینه داشته باش. میگه نه من تست بدم، من نرم تو اجتماع میخوابه. ای قربون تو برم من. عزیز دلم اگر میخوای تست بدی یادت نره که بذار از زمان اکسپوژر یا در معرض خطر قرار گرفتن حداقل 5 روز گذشته باشه که این ویروس جابجا شده باشه، اگه توته رخ کنده باشه، تکثیر کرده باشه، که وقتی تست بدی پیدا بشه. اما با این حال بهترین چیز همچنان همون قرنطینه است. کلن بریم سر قسمت بعد، دوران قرنطینه.
یکی از مهمترین چیزها برای دوران قرنطینه که فرد که میخواد بره تو دوران قرنطینه اینو میپرسه، میگه به من بگو چی بخورم، از اون چیزای پشت پرده بگو، حقیقتو بهم بگو. آقا داستانش همینه، استراحت مایعات، استراحت مایعات. دنبال معجزه از کجا هم که بیفته، همین دوتاست. و مهمترین چیز اینه که بری تو دوران قرنطینه و دوران قرنطینه تو واقعا دور از افراد سر کنی و حواست به چند تا چیز باشه. دمای بدنتو بگیر، اگر تبت رفت دور از جون بالا یا تنگی نفس پیدا کرده یا یه سری علائم جدید یا اصلا حالت وخیمتر شد، اون موقع به پزشکت و اورژانست مراجعه میکنی. اگر نه، با خوردن مایعات و استراحت کردن تو خونه تو دوران قرنطینه وای میسی که حالت بهتر بشه و بدنت بتونه با این بجنگه و دوران مریضی طی بشه. و استفاده کردن از چیزایی که کلا تو اینسا بسیار زیاده بسیار دوری کن. چرا؟ مثلا از چیزایی مثل روغن بنفشه و گلاب و سنبل و این چیزا. یه سری‌ها فکر میکنن ما بر علیه درمان‌های گیاهی و اینا هستیم، والا همچین چیزی نیستش. اما وقتی که چیزی براش تحقیقات نیست میگیم بیخود استفاده نکن، بذار یه جای دیگه رو ناقص کنیم. یه سوال دیگه که خیلی میشه واسه درمان‌های شیمیایی که مثلا من میتونم بدون نسخه از داروخانه بگیرم، اونا چی؟ اونا رو مصرف کنم چی بخورم؟ یادمون نره، باید زیر نظر پزشک باشی و بنا به شرایط و بیماری خودت و مشکلات زیرمجموعه خودت پزشکت بگه چه چیزایی رو استفاده بکن. این چیز میتونه همه چیز باشه، مثل آنتی هیستامین که واسه آبریزشه، مثل دیکانچستت که برای باز کردن مجاری تنفسه، مثل مسکن برای درد بدن و ضعف بدن یا تبر حتی. همه اینا باید زیر نظر پزشکت باشه. بعد اگه رفتی تو اینستا تو پیج‌های مختلف از پرسیدی و گفتی من چی مصرف کنم، بهت گفت چی مصرف کن، ببین منو تلفنو بذار فرار. چرا؟ چون همه باید بدونن که درمان جاش تو اینستا نیست و اگه کسی داره بهت میگه لطف نمیکنه، داره میزنه نابودت میکنه. برای همین حواست باشه، زیر نظر پزشکت باش، به حرف کسی گوش نکن، تو اینستا دنبالش نگرد، گشتم نبود نگرد نیست. یه نکته خیلی مهم دیگه واسه دوران قرنطینه حواسمون باشه، وقتی میگیم قرنطینه نگو بیا من اون گوشه میشینم حرفم نمیزنم که ویروس پخش نکنم. نه قربونت برم، وسط حالم نشی با کنترل هی کانال عوض کن، برو تو اتاق جدا از افراد دیگه باش که نزنی همه رو کلا مریض کنی. ما امینه وزاریمش دم در. خب وزاریمش دم در، بعد همونجا ازش پرستاری بکنیم. ها راست فرگوه، سرنوز راست فرگوه، باید قرنطینش کنیم وزاریم دم در. یعنی این برای خود شیرفرهاد خوبه. بعدم اینکه اگه با خانواده در تماسیم، هم خانواده هم ما، باید حواسمون باشه که توی این مدت ماسک بزنن که این کلا مریض نکنیم همو. و بهترین چیز اینه که اتاق بیماری تهویه هوای مناسب داشته باشه و هواش بچرخه که هوای تازه بیاد توش. بقیه توصیه‌ها که دیگه کلا همه جا شنیدیم و میدونیم کلا چه چیزاییه، ولی فقط یادت نره چی؟ استراحت، مایعات. بریم قسمت بعد، تست مجدد کرونا. یکی از مشکلات بزرگ اینه که فرد که میخواد برگرده به دوران زندگی عادیش و برگرده سر کار، خیلی ازش تست مجدد منفی میخوان. اما مشکل همینجاست. CDC هم گفته به این شهر که اینجا نشون داره میده که گفته شده تا 3 ماه معمولا توصیه نمیشه که فرد تست بده. چرا؟ چون اغلب تستا میشه مجدد مثبت بشه. این دلیلای بسیار زیادی میتونه داشته باشه، مثلا به خاطر لود ویروسی که تو بدن همچنان هست، یا به مقدار گلبول‌های سفید فرد، یا بنا به شدت مریضی فرد، یا مهمتر از همه به سن فرد و خیلی فاکتورهای دیگه، شخص میتونه همچنان تست مجددش مثبت بشه. برای همین ترجیحاً توصیه نمیشه که شخص تست بده. بهترین چیز اینه که شما دوران قرنطینه رو به همون شرایطی گفتیم بگذرونین زیر نظر پزشک و اگه لازمه از پزشکتون گواهی بگیرید که علائمتون خوب شده، دوران قرنطینه‌تون رو گذروندین و الان میتونین برگردین سر کار. اغلب افراد معمولا تست مجدد رو میخوان که خیالشون راحت بشه منفی، که شخص ناقل نیست. اما یادمون نره دوران بهبودی مریضی چون ممکنه مدت طولانی طول بکشه، به محض اینکه دوران قرنطینه طی بشه، این نشون داده تو تحقیقات که دیگه شخص احتمال ناقل بودن رو نداره و میتونه به زندگی عادیش برگرده. ولی همچنان یه سری چیزا با مریض هست، مثلا تک سرفه، یا الان تحقیقات داره نشون میده مثلا سردردهای طولانی یا مشکلات بیخوابی، یا از اون ور دیگه چیزایی مثل حس بویایی و چشایی که رفته، طول میکشه که برگرده. ولی این به این معنا نیست که شخص تو این مدت ناقله، فقط این اینه که بدنش داره ریکاور میکنه. مثل اینکه رفتی بوکس، به اندازه کافی مش خوردی، حالا الان دیگه بوکسی نیست، ولی همچنان داری اون دردا و اون زخما رو اینا رو خوب میکنی.
اما به هر حال برای کیسای خیلی هاد گفته شده اینا باید زیر نظر پزشکشون باشن. بعضی وقتا تو بیمارستانا ممکنه تست مجدد ازشون بخوام، یا اینکه بعد از 20 روز پزشک بگه نه دوباره تست مجدد بده. اون تصمیم پزشکه. اما به صورت کلی برای افراد عادی ترجیحاً تست مجدد لازم نیست و فقط دوران قرنطینه خوب هستش. طرف داریم تو اینستا که به من پیغام داده تو 27 روز گذشته بالا بر 5 مرتبه تست داده و هر تستش مثبت شده. ای خدا. و نمیتونه برگرده سر کار چون تستش مثبته. این دقیقاً همون چیزیه که داره CDC میگه. برای همین بیخودی اگه لازم نیست تست مجدد ندیم و بدونیم و با پزشکمون مشورت کنیم بدیم اون برامون یه گواهی بنویسه. خب یه نکته خیلی مهم هم اینجا هست که میخوام یادمون نره. توی CDC هم گفته توی این 3 ماهی که معمولا توصیه میشه دیگه تست مجدد داده نشه، اگر با این حال از هر چند روز و چند هفته تا چند ماه آینده ای که شخص مریض بوده و الان خوب شده دوباره علائمی اومد سراغش، اگر شبیه علائم قبلی بود یا نبود پشت گوش ننداز و فکر کن من که دیگه نمیگیرم، این همون بیماری قبلی است، اصلا این فکر رو نکن، سریع به پزشکت مراجعه بکن چون ممکنه یا بیماری دیگه باشه یا وخیم شدن حالت باشه یا اصلا چیز دیگه. خلاصه پشت گوشش ننداز. بریم سراغ جنبندی. خب با هم دیگه فهمیدیم که کلن باید دوران قرنطینه رو داشته باشیم چه مدت. تو دوران قرنطینه وسط گل قالی نباشیم، استراحت کنیم، مایعات بخوریم و مهمتر از همه اگه لازم نیست و پزشکمون صلاح نمیدونه اصلا تست مجدد ندیم چون ممکنه مثبت باشه. همه اینا رو گفتیم. یه چیز خیلی مهم یادت نره، انرژی مثبت انرژی باحال. چرا؟ چون با انرژی مثبتت تو خیلی دردای سنگین‌تر از اینم دور از جونت میتونی بزنی بهتر کنی که داروهای شیمیایی به خواب نمیبینن. یادت نره انرژی مثبت باشه. دم همتون چی؟ خیلی گرم.